امروز میخوایم یه ویدیو از جوانترین قهرمان تاریخ بوکس جهان یعنی مایک تایسون ببینیم که توش از تجربیات خودش با ماجیک ماشروم صحبت میکنه. با من تا آخر این ویدیو همراه باش تا بفهمیم قارچ‌های جادویی روی زندگی یکی از معروفترین ورزشکارای تاریخ جهان چه تأثیری گذاشته. سلام، اسم من علیه و اینجا تلویزیون میان بودیه. پیج اینستاگرام ما رو که این پایین هست یادتون نره و بریم سراغ ویدیو. Anybody got any shrooms around here? I wish I had some shrooms. Wait, shrooms though are dangerous, I heard. I've never taken them. Oh, dang. No, I think, don't people like see devils and shit? Well, we see good devils. Really? Devils will put money in our pocket. یزید میگه شیاطینش پولم تو جیبت نذارم. بعد جالبه هنوز برنامه شروع نشده مایک تایسون داره دنبال قارچ میگرده. مجری هم که کشید زیر گل داره کام میگیره. حالا نمیدونم اینو در جریان این یا نه، ولی مایک تایسون خودش مزرعه ماریجوانا داره. اینو من توی یه دونه از مصاحبه‌های دیگه شنیده بودم. همونجا هم گفته بودش که گلو به طور روزانه مصرف میکنه از همون باری که خودش توی مزرعه‌اش کشت میکنه. یعنی خلاصه سلطان یه چتباز قهاریه برای خودش. حالا جدای از اینا، الان مجری ازش پرسید که به نظرت قارچ چیز خطرناکیه و ضرر داره، که تو جواب برگشت گفتش که نه اصلا هیچ ضرری نداره. که خب این حرف به خودی خود هیچ ایرادی نداره، آدم ممکنه طبق تجربه شخصی خودش به این نتیجه رسیده باشه که نه آقا، ماجیک ماشروم یه ماده ایه که هیچ ضرری نداره، هیچ خطری نداره. ولی یه نکته ریزی این وسط باعث میشه که این حرف فقط از دایره تجربه شخصی و نظر خود آدم خارج بشه. اون نکته هم اینه که مایک تایسون با یه کمپانی همکاری میکنه که هم یه بخش پرورش قارچ داره، هم یه بخش دیگه توی حوزه‌های درمانی داره که میان توی یه سری از کلینیک‌های سایکدلیک تراپی برای یه سری از بیماری‌های خاص ماشروم تجویز می‌کنن. حالا این نکته‌ای که قارچ‌های جادویی برای این شخص یه جوری یه بیزنس به حساب میاد و براش سود شخصی داره، باعث میشه که اون جواب سفتش که نه قارچ هیچ ضرری نداره یه مقدار بره زیر سوال. مثلا هیچ آدمی نمیاد بگه که اون جنسی که من دارم تولید می‌کنم که خطرناکه. بعد الان اگه دقت کنین خودش داره یه جورایی اشاره میکنه به این داستان، داره میگه که آره بابا اون شیاطین و به قولی اون توهماتی که توی مثلا تریپ میبینی تازه میان پولم تو جیبت میذارن. حالا بریم جلوتر ببینیم چی میشه. What is it like taking shrooms? How often do you do shrooms? Like, listen, I'm being realistic, right? I've never been as I'm grateful, but I've never been as lucky and shit going so well when I'm on my shrooms. No one can get me angry. I love everybody. The world is beautiful. خب اوکی، الان داره تعریف میکنه که قارچ روی زندگیش چه تأثیراتی داشته. حالا اینجا چون خیلی وارد جزئیات نمیشه، من خودم رفتم یه سری از برنامه‌های دیگه‌ش و حرفای دیگه‌ش هم شنیدم که بیام یه ذره حرفاشو کامل‌تر کنم. یکی از جمله‌هاش که اتفاقا خیلی معروف شد و بعداً به عنوان یکی از معروف‌ترین نقل قولای سلبریتی‌ها درباره سایکدلیکا پیج‌های مختلف و اینور اونور اومدن گذاشتنش، اینه که میگه حتی گفتنش ترسناک است، اینکه قبلا کجا بودم، تقریبا در حال گرفتن جون خودم، تا اینکه به این جایی که الان هستم رسیدم. آیا زندگی یک سفر نیست؟ این دارو واقعا شگفت انگیز است و اکثر مردم از این زاویه بهش نگاه نمی کنن. خب اگه با مایک تایسون آشنایی داشته باشین احتمالا اینو می دونین که زندگیش به طور کلی بالا و پایینای خیلی زیادی داشته. یه مدت به گفته خودش به شدت با افسردگی دست و پنجه نرم می کرده، تا جایی که افکار خودحذفی داشته. حتی تجربه دستگیر شدن و زندان افتادن هم داشته. و خب در نهایت الان که از اون دوران سخت زندگیش عبور کرده، حرفی که میزنه اینه که چیزی که تونسته توی اون دوران سیاه زندگیش بهش کمک کنه ماجیک ماشروم بوده. حالا بریم جلوتر تا راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم. اوف. اکسکیوز می. داداش پاره شد. اکسکیوز می، مای گاد. It's pretty powerful stuff. It's good stuff, man. It's Tyson 2.0. Wait, so نژاد تایسون 2.0 دقیقاً اسم برند همون گلیه که اول برنامه بهتون گفتم خود مایک تایسون مزرعه‌شو داره و پرورش میده. حالا ببینیم چی میگه. مای گاد. It's pretty powerful stuff. It's good stuff, man. It's Tyson 2.0. Wait, so have you ever had any bad tripping experiences though with shrooms? Never had any bad ones? No, never. It was just خب این جواب به نظر من یکم عجیبه انصافا. جوری که ماجیک ماشروم به آدما کمک میکنه اتفاقا از طریق روبرو کردنشون با مشکلاتشونه. اصلا برای روبرو شدن با مشکلاته که خیلیا میرن از ماجیک ماشروم استفاده میکنن. حالا چطور ممکنه یه آدمی که به گفته خودش تجربه دستگیر شدن داشته، تجربه زندان افتادن داشته،
نمیدونم افسردگی خیلی شدید داشته، حتی افکار خودحذفی داشته، توی هیچ کدوم از تجربه‌هاش افکار منفی و سایه‌ای توی ذهنش نبوده که بخواد باهاشون روبرو بشه که در نهایت باعث بشه بد تریپ بشه، چون یه جورایی تریپ‌های بد و منفی در اصل همون سفرهایی هم که باعث میشه تو با مشکلاتت روبرو بشی و یه جورایی مجبور بشی که رهاشون کنی. اگه همه تجربیاتش با قارچ بگو بخند و گل و بلبل و خوش و خرم بوده، که پس اصلا چطوری ادعا میکنه که قارچ باعث شده که از سخت‌ترین دوره زندگیش عبور کنه؟ بعد حالا یه نکته دیگه هم بود، بذارین اینجا رو یه بار دیگه با هم ببینیم. Tripping experiences though with shrooms? Never any bad ones? No, never, never, never. It was just this is who I am. It's who I am. My wife says I take too much, but it's just who I am. اولا که چهار بار گفت این چیزیه که من هستم، من همینم، من همینم، اوکی اوکی اوکی، ولی به غیر از این فکر کنم اصلا سوالو درست متوجه نشد، چون داره ازش میپرسه که آیا تا حالا هیچ وقت با قارچ تجربه منفی داشتی یا نه. بعد به غیر از نوتو کلمه‌ای که گفتش نه هیچ وقت، بقیه‌اش اصلا جواب این سوال نیست. حالا باز بریم جلوتر ببینیم جوابشو بالاخره بهتر میده یا نه. For me, it opens a lot of doors. Okay, حداقل اینجا جملهش رو یه مقدار دقیق‌تر کرد، که منظورش این نیستش که تجربه‌های منفی برای هیچ کسی پیش نمیاد. الان اینجوری بهتر شد که میگه حداقل برای من تجربه‌های منفی پیش نیومده، که بازم بذار نپذیرم ازت ستونم. بریم جلوتر. Was in my mind. What does that mean? Like, what do you mean it opens up a lot of doors in your mind? I see people for what they really are. My wife, all that shit. You see people, you say? No, he sees people for what they are. I see them for the essence that they are. ولی انصافاً چه صدایی داره، و اگه به جای بوکس میرفت تو رپ به نظرم الان مارکتو جر داده بود. قشنگ صداش خوراک این آهنگای گنگ گولاخه. And I kept telling her that bullshit my wife is trying to tell me that you want me to do something her way. I see it. Doesn't get me mad anymore. Like, if I'm not on shrooms and she talks the way I'm about doing that shit. حالا باز در رابطه با همین جملهش توی یه دونه از مصاحبه‌هاش یه مثال جالبی داره. اونجا میگه که شما یه اتاق توی ذهنتون در نظر بگیرین. اگه 10 نفر آدم رندوم کاملا تصادفی و که هیچ شناختی از همدیگه ندارن رو بریزیم توی اتاق و به همشون هم از قبل ماشروم داده باشیم که بخورن، بعد از 10-12 ساعت بری سراغشون میبینی که دارن میگن و میخندن و عشق و حال و همدیگه رو بغل میکنن و تشم میان بیرون یه عکس سلفی هم با هم میگیرن. ولی حالا اگه همون 10 نفر رو بندازی توی همون اتاق ولی قبلش بهشون الکل داده باشی، احتمالاً بعد 10 ساعت یه چند نفرشون زخمی شدن، 2-3 نفر پاشون شکسته، بعدم که از اتاق بیان بیرون یه 3-4 تا شکایت و شکایت کشی هم بعدش از هم دیگه میکنن. حالا اینکه حرف اونقدر علمی و درست نیستش، بیشتر یه مثال باحاله، ولی اگه بهش فکر کنی یه جورایی میخواد یه پیامی رو برسونه که من با اون پیام اتفاقا موافقم. حالا اون پیام در اصل اینه که بین سایکدلیکا و تمام دراگای دیگه یه فرق بزرگ وجود داره. اینم البته بگم که منظورم از دراگای دیگه فقط مواد مخدرم نیست، مادهای محرک، الکل و چیزهای دیگر هم میشه توی این دسته‌بندی قرار داد. حالا این تفاوت بزرگ چیه؟ اینه که در عمل تقریبا تمام دراگا به نحوه‌های مختلف حال خوش مصنوعی و کاذب برای افراد ایجاد میکنن، ولی سایکدلیکا اینطور نیستن. کاری که سایکدلیکا میکنن اینه که اون حالی که خود آدم توی اون لحظه داره رو صرفاً اغراق میکنن. یعنی اگه اون آدم توی حال بدی باشه، احتمالاً با استفاده از سایکدلیک اون مشکلات و سختیاش بیشتر بولد میشه و یه جورایی مجبور میشه که باهاشون رو در رو بشه. اگر هم حال خوبی داشته باشه و از نظر ذهنی و شرایط زندگیش توی اوضاع خوبی باشه، احتمالاً همون حس خوبو براش بزرگتر میکنه. حالا بریم جلوتر. How often do you like do shrooms like a week? Do you do like microdose and take it every day? Every day, yeah. Every day? Every day, yeah. I've never tried that. I only got to take it. سوال مسخره اینجا پرسید به نظر من، چون میکرودوز کردن در عمل یه جور روند و فرایند درمانیه که توی گذر زمان تأثیر میکنه، مثل فرایندهای درمانی با هر داروی مختلف دیگه ای. مثلا خیلی احمقانه نیست اگه مثلا یه دونه قرص سرماخوردگی و وقتی که آنفولانزا داری یه شب بخوری بعد همون دیگه تموم شد، خدافظ شما. Mm-hmm. I hear people talk a lot about microdosing and like the benefits that yeah, has. Yeah, it keeps you mellow the whole day. There's no conflict with self. Does it make you like more creative and stuff too?
being creative and not having a conflict with yourself. That's the most creation that you could do, and it's very hard. What if you have a conflict with yourself, though? You shouldn't take. حالا که داره اینجا از فواید میکرودوز صحبت میکنه، جا داره حتما این نکته رو بگم. اصلا هدف من از ساختن این ویدیو تایید کردن بیچون و چرای حرفای مایک تایسون نیست. از طرف دیگه برای اینم اینجا نیستم که بخوام بیام بگم تمام حرفایی که داره میزنه غلطه. بنابراین دوست دارم اینو بدونین که فقط و فقط هدف من از ساختن این ویدیو به عنوان یه پیام رسانه که آقا جوان ترین قهرمان بوکس تاریخ جهان راجع به قارچ‌های جادویی و سایکدلیکا این ادعاها رو داره، این حرفا رو میزنه. همین، نه یه ذره بیشتر، نه یه ذره کمتر. حالا بریم جلوتر. Shrooms, all right? No. Okay. Shrooms opened up that conflict. It builds you up to be great and great. But remember the time you told that person you were going to do something for him and didn't do it? It just fucks with you. It's weird. It makes you like realize shit? Huh? It makes you like realize shit about yourself? Yeah. Yeah. آها، یه بخش خیلی مهم از نکته قبلی جا موند. اونم اینه که اوکی، مایک تایسون با ماجیک ماشروم تجربه خوبی داشته. ولی آیا این الان دلیل برای این میشه که اگه هر کسی هر مشکلی داره بره قارچ مصرف کنه همین تأثیر خوب روش میذاره؟ البته که نه. الان خود ما توی ویدیوهای گزارش سفرمون که شاید تا الان بالای 15 قسمت شده باشه، اومدیم تجربیات و حرفای یه عالم آدم دیگه با سایکدلیک‌های مختلف رو براتون روایت کردیم که خیلی‌هاشون اصلاً تجربه خوبی نداشتن. اتفاقا بذارید یه لحظه راجع به یه انتقادی که به ما شده اینجا صحبت کنیم، چون به بحث مربوطه. بله، ایشون برای ما کامنت گذاشته که رسماً داری تبلیغ مواد می‌کنی. نمی‌دونم حالا چند تاتون این ویدیویی که زیرش این کامنت مادر رو دیدین، ویدیوی تجربه مصرف سالویا 50 سال زندگی در جهان موازی. توی اون ویدیو سوژه‌ای که من تجربهش رو کاور کرده بودم داره راجع به این صحبت میکنه که با مصرف سالویا یه تجربه عجیب غریبی داشته، از این که توی توهماتش 50 سال توی یه جهان دیگه زندگی کرده و اونجا بچه دار شده و خانواده تشکیل داده و بعدم چه میدونم توی 50 سالگیش و 60 سالگیش اون فاز سالویا تموم شده و برگشته توی دنیای عادی. توی اون گزارش طرف بارها و بارها داره میگه که این اتفاقی که برای من افتاده یه اتفاق وحشتناک بوده، چه از اونجا که میگفت بعد از اینکه تجربهش تموم شده تا ساعت‌ها داشته گریه میکرده کف توالت، یا اینکه میگفت تا 2 سال بعد اون تجربه ولش نمیکرده و همینجور فقط تو فکر اون خانواده و اون زندگی و اون توهماتی که بهش گذشته بوده. یعنی من توی اون ویدیو دارم این چیزها رو تعریف میکنم، دارم تعریف میکنم که سوژه ویدیو میگه این بدترین تجربه زندگیش بوده. خب چطوری همچین چیزی میتونه تبلیغ به مصرف اون ماده باشه؟ من اگه بخوام بیام یه چیزی رو تبلیغ کنم، میام که آره اگه از این استفاده کنی بدترین تجربه زندگیت رقم میخوره. حالا اصلا گذشته از اون ویدیو ما تا حالا شاید بالای 15 تا برنامه گزارش سفر ساختیم. اتفاقا از قصد اومدیم بیشتر اون گزارش سفرهایی رو کاور کردیم که درباره تجربیات منفی آدماست، که اونایی که دارن ویدیوها رو میبینن این موضوع رو بدونن که خیلی اوقات یا شاید حتی بیشتر اوقات با سایکدلیکا تجربه های منفی اتفاق میفته، تجربه هایی که به شدت سخت و طاقت فرسا، تجربه هایی که حتی ممکنه به دستگیر شدن توسط پلیس ختم بشه. بنابراین پس اصل حرف من اینه که هدف تمام این مدل ویدیوها اینه که اونایی که اینور اونور یه چیزی راجع به سایکدلیکا شنیدن و مثلا تصمیمشون رو گرفتن که بخوان ازش استفاده کنن، یا اصلا نه چرا فقط اونا، مثلا یه آدمی که فقط کنجکاو راجع به این که آدمایی که از سایکدلیکا استفاده میکنن دقیقاً چه تجربیاتی براشون اتفاق میفته، چه توهمات بصری یا میبینن، چه توهمات شنیداری یا دارن، تجربه های خوب و منفیشون بشه صورته. پس هدف اینه که تمام این آدم های مختلف بتونن بیان از زبون 20 نفر 30 نفر اصلا 100 نفر آدم مختلف بشنون که اونا چه تجربه هایی با این ماده ها داشتن، تا در نهایت هر تصمیمی که میخوان برای خودشون بگیرن و با آگاهی بیشتر بگیرن. اتفاقا حالا در ادامه همین نکته، از اونجا که موضوع این برنامه درباره یه آدمی بود که روانگردان ها تأثیر مثبتی روی زندگیش گذاشتن، پیشنهاد میکنم این ویدیو که روی صفحه میاد و اصلا از دست ندین، چون دقیقا تو نقطه مقابل این برنامه درباره یه آدمیه که صرفا به خاطر یه تصمیم لحظه‌ای برای خوشگذرونی و عشق و حال بدترین اتفاقات ممکنه براش میفته، از دستگیر شدن خودش توسط پلیس گرفته تا پرد شدن دوستش از بالکن طبقه 3. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک یادتون نره، خیلی دوستتون دارم، تا تلویزیون میانبردی بعدی.
فعلا.